بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بیننده‌های عزیز و دوست داشتنی طلوع و قاب گفتگو، خوش آمدین. من حفیظ محمدی هستم. امروز اگر ما متن را خوانده میتونیم یا نوشته میتونیم، از برکت تمام از استادای عزیز و گرامی است که در مکاتب و پانتون‌ها در خدمت ما بودن و ما را چیز را آموختاندن و یاد دادن. فردا 8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی در جهان است و از این روز تجلیل میشه. به خاطر زحمات تمام استادای گرامی پانتون ها و مکاتب افغانستان، یک کف بسیار جانانه بزنین، عاشقانه کف بزنین و از همشان قلباً سپاسگزار هستیم. عمرتان طولانی و زندگیتان همیشه سبز باشد. همکارای عزیزم خوب هستین؟ سلامت، شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر چی گفت هاست؟ خیرتی هست؟ عاشقان چرا شما کدام مشکل داشت؟ تشکر گفای از این طرف سرحد هم یرده اینجا. خب، سعید جان خوش آمدید. با تفاره سعید جان کار بگم دوستا. تشکر، سلامت باشین. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت همه هموطنای عزیز ما که بیننده برنامه قاب گفتگو هستین. حتما از طریق سایت های اجتماعی و خبر شما در مورد یکی از بیماری های بسیار خطرناک، کشنده و سوری شنیدین، در مورد بیماری کانگو. سرصدا زیاد است. بیاین یکم میخوای معلومات بتم در مورد بیماری کانگو که چی هست. یک پشه از وجود حیوانات که میگزه و وقتی که ما با پوست حیوان یا گوشت حیوان در تماس میباشیم، همون است که انتقال میکنه به ما. و اما که گفتم بیماری سوری است. علائمش تب شدید داره، سردردی داره، درد عضلات است. در ضمن از او دلبدی می باشه و خونریزی ها می باشه. که اگر شما در خودتان خدای نخواسته هم در یکی از اعضای فامیلتان یا علائم می بینین، با دکتر صاحبای بخش مربوط مراجعه بکنین. و حالا با مواد خوراکی دیگه هم در بیرون انتقال کرده، یعنی کوشش به این بکنین زیاد در بیرون غذا نخورین، استفاده نکنین، بیشتر در خانه هایتان از غذاهای صحی و سالم استفاده بکنین. و دیگه اونو باید چک کنه که رقم کنام است و هم انتقال میکنه. یک فکوی کانادا اون هم انتقال میکنه، من تو او باز میگن که لباس سفید بپوشین تا وقتی که ذبح میکنن که معلوم شوه میکنه غیر از او بگزه و این مرض انتقال میکنه. واقعا بوده فکر کنم چند نفرم جان خود از دست دادن. تشکر سایه جان. مصطفی تشکر. جوانترین نامزد انتخابات سویدن یک دختر افغان است، مریم اصغری، 19 سال داره، پارسال مکتب را پایان رسانده و تصمیم داره که سال آینده میلادی دانشگاه بره. هر سال پیش که شروع کردم با هیچ وقت فکر نمیکردم که در پارلمان کاندید میشدم. ولی اینجاست تو مثل یک دختر مهاجر و زن جوان در سویدن صدا باشم بر کل جوانان سویدن و بیرون از سویدن و صدا باشم بر زنها و هم مهاجرای سویدن. تشکر به افتخار مریم اصغری که اگه افتخار فرکت به افغانستان است. یه هموطن ما را برش تبریک میگیم. واقعا بسیار گپ کلان است. مشکلات ما را بگن که ما را بخواین سویدن بخواین. ولی آریان هم دیدین، همکار بسیار خوب ما که در سویدن زندگی میکنه. خوش و خوشحال باشین، بسیار همکارای ما رفتن از افغانستان خارج. پشت کلتان دق شدیم. شدیم دق سیار. سیار جان، کسی که بسیار مهارت های زیاد داره. سلامت زنده باشین. وزارت ترانسپورت میگوید که زنان راننده میلی بس دوباره با سرک های کابل برمیگردن، یعنی قبلا بودن اون رو برمیگردن. تکرار که جاب بیاد. آها دیگه وقت دیگه باز بیاد که ترافیک مویده موی شو. همشیره بگوید. تا 3 ماه آینده ایراندا به سرک ها میاین و مشکلات خانم ها حل میشه و این یک شرکت خصوصی است که 20 راننده خانم آموزش دادن. این یک حساب خاص که خانم ها قبلا خانم ها بودن در ریاست میلی بس کابل. با بیشتر با حوصله شاید دیروی کنن نظر به مردم. سیار جان میلیباس فقط با خانماست، یعنی کسایی که برای خانما فعلا برای فیلم برای خانما است. خانما را عمله نکنه. البته در شوخی میگم از وزیر اکبر خان تا قلعه فتولا 3.5 ساعت. تشکر. تشکر. باز خدا امیدوار هستم که مصطفی در اموتران نشینه. چرا نشینه؟ از شارم درام شه اینجایی نه. روشن جان. زنده باشین. تشکر. من با عرض سلام خدمت تمام بیننده عزیز قاب گفتگو. زنان نه تنهایی که میتونن درایو کنن، میتونن که افسر هم باشن، قهرمان باشن در وزارت داخله. دقیقاً. طوری که روشن جان گفت، دو خواهر را که ما دعوت کردیم هم صنفی هستن، هم خواهر هستن و یا در روسیه درس خواندن. یکشان ماستر نظامی است
پلیس ملی افغانستان شامل از صفوفش است و خواهر دیگه شون معسل است از گلافروز ابتکار و وزیر حسنزاده. وزیر حسنزاده خواهش میکنم بیاین به افتخارشون کف بزنید دوستا. باشه چوکی های دوستا رو بیارن. بسیار خوش آمدین. سلام. خوب هستین؟ بخیر. ساعتتون خوب است؟ بفرمایید. خوش آمدید. خوش آمدید. سلام. سلام. خوش آمدید. سلام. جای به جای شاهین شما که چوکی ما کمک زره چی است؟ دو چهره که شما شاید دیده باشین در بعض از مصاحبه ها و ما خواستیم که بیشتر صحبت کنیم چون گلافروز جان هم فارغ شدن و ماستر پلیس شدن. بسیار خوش آمدین و شما معسل هستین. خوش آمدین. انشالله که در صحاب یا بخیر گذشت. تشکر. سلام به شما جناب محمدی صاحب. سلام به همه دوستا همکار عزیز و سلام به مردم شریف افغانستان. سلام به تمام هم مسلک های قهرمان. زنده باشین. خوش هستین که خلاص شد درس ها یا دق شدین پس پشت روسیه و درس های زنجه؟ خب طبعا دوره مواصل یک دوره طلایی هست پشتش دق میشیم، اما نیازی که در افغانستان هست وطن ما ضرورت به همکاری هر هموطن ما و خصوصا به ما داره. بسیار خوب. شما خوش آمدید. سلام به شما محمدی صاحب. سلام به چرانکار موفق شما و سلام و درود میفرستم حضور همه هموطنان عزیز ما که در داخل و خارج از افغانستان حضور دارن. یک سلام ویژه دارم حضور همه همسکان گران قطر ما که در سرتاسر افغانستان مصروف خدمات شایسته شان هستن. زنده باشین. تشکر شما. خوش آمدین. حالا دیگه سوالای دوستای ما دارن که چطور فکرتون گشت که باید افسر باشین و پلیس باشین؟ بعد از اینکه ما جنان صرف تازه را تمام کردیم، ما با نایب ابتکار دو خواهر دو دوست و دو همکار دو صنفی کوشش کردیم که از کلام طریق به همه همتانان عزیز ما در افغانستان یک خدمت شایسته را انجام بدیم که به ذهن ما و به حمایت فامیل گرامی ما، به حمایت دوستای خوب ما و حمایت همه همتانان عزیز ما شامل پلیس ملی افغانستان شدیم که بعد از شخصا خودم بعد از مدت یک سال یک نیم سال خدمت در چوکات پلیس ملی افغانستان اعزام شدیم در بورسای 6 ساله ماستری که فعلا محصول سال پنجم صنف پنجم بخش لیسانس ماستری در کشور فدراتیو روسیه مصروف تحصیل هستم و با نوع ابتکار خوشبختانه اولین ماستر پلیس ملی افغانستان هستن که سند ماستریشان هم برسه آردان هست. اینا در کجا خواندن؟ در اینا از روسیه فارغ شدن. قرار که خانم‌ها و بانوها اشتراک بکنن شرایط چی هست؟ بالاخره تو اینکه بیان در پلیس ملی افغانستان اونا هم باشن و مثل شما قهرمانای ما زیاد باشن. شکر حسین عزیز. خب پیوستن در نظام افغانستان حق هر شهروند افغانستان هست و شرایطی که از احساس وطن دوستی، صداقت، توانایی، دارایی علم و تعهد در قبال وطن است. بسیار عالی. خب امی یک مسئله از وقت در بخش نظامی میرین امروز اول که داخل میشین برتان یک بکس میتن یک از جمله بوت عسکری و لباس عسکری و چیزا برامی کلاوی هست داده میشه در باز وسایل خانمه و وسایل آرایشی هم میداشته باشه؟ تشکر. گشت از این سوال شما میترسیدم. زیبایی پلیس ملی افغانستان به فرمش هست، به مو پرتله هست و به مو تجهیزاتی که اونا دارن. خب حمایت دوستا و فامیل شما چطور بود در مورد ازی که شما انتخاب کردین مسلک؟ همون چیزایی که برای شما گفتن بگوین که اگر به عنوان دیگه هم علاقمند باشن که بس شما بپیوندن اونا رو هم حمایت بکنن. خب طبعا هر موفقیت از خانه شروع میشن و من تشکر میکنم از فامیل محترمیم که تا امروز تا اولین قدم و آخرین قدم موفقیت همراه ما بوده، تشویق کرده و افغانستان نیاز به این داره که ما مساویانه زن و مرد آقایان خانم ها در نظام بپیوندن با حمایت فامیل محترمشان. بسیار عالی. خب ما بعضی از پرسش های کوتاه را داریم از دو خواهر که زیادتر در مورد شما بفهمیم. گفتین که ما همسین فی هم هستیم و دیگه هم هستیم دیگه دوست هم هستیم. اموچی ها را بینم اشاره را همون چیزایی که اشاره مشترک بود دیگه. خب فقط اشاره کن طرفی که دیگه این سوالای کوتاست که بیشتر با فقط ناشه این طرفشه طرف کامرا بگیرین و طرفی که دیگه اشاره میکنین هر چیزی که بود کی زیاد سر کار خانه دعوا میکنه که بیشتر اجتماعی است. خب دشمنه کی میکنک میکنه؟ خوب صحیح هر دوی با بازی دوش کی است؟ هیچ کدام با در درس کی تنبل است؟ درس هیچ کدام با
که زیاد منتظر بودم که با ما اشاره کنن. هر دیتان بسیار خوب. کی زیاد نمیترسن؟ هیچ کدام ما نمیترسن. کدامتان مجرد هستین؟ هر دیما. آدرس خانه کجاست؟ هستای شما هستیم. خب تشکر. یک کمک در بیشتر با این گیم فهمیدیم که در بین شما چقدر خواهری است. همیشه موفق باشین و انشالله که شما ماستر شدین. با مقصد ماسترا افغانستان ضرورت داره و باید تشویق شوند خانما در هر بخش کار میکنند و شما انشالله که بخیر فارغ شوین از درسایتان. خوش آمدین. تشکر از شما. خوش آمدین. تشکر از قاب گفتگو و سپاسگزار هستم. خوب شد از این طریق ما باز هم سلام و درود ما را خدمت تمام هموطنان عزیز ما تقدیم کنیم و تشکر کنیم از حمایت همیشگی شما. زنده باشید. سلامت باشید. زنده باشید. با افتخار تمام خانمای افغانستان و ایدی خانم عزیز. تشکر دوست عزیز. بعد از وفا منتظر باشید مهمانی که ما دعوت کردیم. میگه زندگیم بلتانا چه آسمان که ستوری نوی، زندگی ده بلمانا چه کتاب که تور نوی. شناختین کی است؟ منتظر ما باشید. دستر گو پردو کې د تصویر دے کپټولو آینو کې د تصویر دے تګه ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے دستر گو پردو کې د تصویر دے کپټولو آینو کې د تصویر دے تګه ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے. چیز زیبا بود و ای بار دیگه شفیق مرید به تصویر خوانده که مچم پشت از گپ چی گپ است. شفیق جان بسیار خوش آمدید به قاب گفتگو. زود میبینیم. خوب است که زود میبینیم ای بار. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز که میلی ازم را تماشا میکنن. خدا کنه که شعری ما برای شما و برای بیننده های محترم ما خسته کن تمام نشه. بخاطر که فکر کنم که ای بار سیوم است برنامه زیبایتان چون علاقمند برنامه تان هستم اشتراک میکنم. خپل دی مینی رک سلامونه خپل ټول هیوادوال ته وړاندې کوم. ډیر مننه. څنګه راغلی بیا د خپل کورنۍ او د خپل هیوادوالو لیدلو لپاره او ځینې کارونه مې هم درلودل. ډیر علی ډیر علی. بخیر اومدین. بخیر باشین. سلام. خدای کارای جدید اومدین ماشاءالله. و کار که نباشه باز من نمیام دیگه. خب باشه یک توفه بیدیم که کار باید باشه که بیایم برای خودم. خب بسیار خوب. شفیق جان هم تو که حفیظ جان هم گفتن این دفعه شما را خوش هستیم که زود میبینیم. در ضمن از این از کارهای تازه هم گفتین میخوایم در خارج از کشور از کارهای شما بیشتر با خبر باشیم. کارهای هنری تان، موسیقی، بعضا کنسرت ها میباشه، چه گپا از زوجا میشه از اوجا بر ما معلومات بدین. کارهای هنری خود در خارج از کشور کم است، منتها مصروفیت بیشتر با زاهد جان و عالیه جان است، دخترکم و بچگکم. و در پهلوی از او بعضی کارهای دیگه هم دارم، بالای آهنگایم کار میکنم، بعضی پروژه ها است و مصروف است. من تا به حال کدام کنسرت خارج از کشور نداشتیم. خب بسیار خوب. شفیق جان قبلا گفته بودن که شما با بچه مامایتان لباس میدوختین. اما تو یک گپ بود خیاطی میکردم. خیاطی میکردم برای لباس میدوختم. برای بچه مامای میدوختم. برای بچه مامایتان میدوختین یا بچه برای کلگی میدوختم. ما دکان خدا رو کدام خوشبخت باشه گفته سام که برای پوشیده باشه دیگه لباس آره. از چهره های مشهور در او وقت برای کی حال باز دوختین؟ چهره های مشهور خوب وقت ها من نمیشناختم اقدر چون در دکان خیاطی بودم. منتها بعضی از استادای پانتون کابل، یکی از استادای پانتون طب کابل استاد فروتن، برای از اونا پرانتوان واسکت می دختم. شفیق جان من خود از تمام زندگی خبر دارم، هم مردم افغانستان خبر دارن کجا هستی چی میکنی هر لحظه خبر دارن. یک چیزی که من میخوایم بفهم واقعا بر خودم همین جالب است، یه از که
پیش از اینکه آوازخوان شوی یا وقت آوازخوان هم شدی، یکی از آهنگای غیر از آهنگای خودت که زمزمه میکردی همیشه میخوندی عاشقانه دوست داشتی کدام آهنگ بوده؟ خفه نمیشه کس راحت بود. آهنگ هندی بیشتر بوده نه چون وقتا غزل بوده دیگه. بله آهنگ هندی بیشتر زمزمه میکردم وقتا میتونستم حالا نمیتونم. خب بیاین که از شفیق جان امو موضوع ای که زیادتر یاد کردن طوله می نواختن و این موضوع موضوعی است که شفیق جان میبره به خاطرات بسیار دور گذشته و اگر به ما بنوازین امو عاشقانه ای که وقت می نواختین گلن درد است نمیتونم گلن درد است بار سوخ نواختم دوستان بجر باشه میگم که نام آوردیم اینک شفیق جان هیچ بانه نکنه طلا سر دیگه جان شفیق جان بانام کرده نتونه این حال دیگه شفیق جان و یکان مهارت های نو شفیق جان میبینیم همیشه خوانده ای بار بانیم که یک کمک داره بنوازه خیرم دردای دل خدا بگویم. خب ما چون که اصلا موزیشن نیستم طوله نواز نیستم و کسایی که طوله می نوازن بخصوص یکی از دوستای بسیار خوبم که ما یک جای در دوران حیاتی طوله می نواختیم زلی جان بود که حالا هم ماشاءالله بسیار مقبول می نوازن از او هم معذرت می خواهم اگر کدام اشتباه باشه. شما شوقی می نوازید و از تمام موزیشنایی که به طوله خوب صحیح دسترسی دارن معذرت ما رو بپذیرن خدا کنه بسر نشین دیگه. من تا طوله مرغی میشه گان رفت اون تو صدا میشه. طوله ضرور خیر است زلی صاحب می فهمه دیگه. یاد بسیار گذشته. یا هنگ خنده کور اگر نواختم. دا وقت نداشتیم مگر کل شبرتان می نواختم. چند سال پیش بود شفیق جان که طوله می نواختم. زیاد با طوله عادت داشتیم. والا فکر کنم که 11 ساله 12 ساله بودم. اگر سر موضوع اصلی که پس از سفر آمدین یک سوال بپرسم. بپرسم. وقتی که شما افغانستان می این در خارج پشت چی دق میشین که در اوجه می مان از پیشتان. چی گفتین؟ پشت چی دق میشین در اوجه؟ اوجه پشت زاهد جان زاد دق میشم. پشت آلیا جان زادق میشم، پشت ینگی زادق میشم. بسیار خوب. اونا را همراه تا نمیشه. مردی که پشت زنش دق میشه. خودت دق نمیشه؟ والا میشین. یادش آمد که شاید لط میگر از خاطر. خب، شفیق جان بیان که بعضی پرسش های هست. ینگ هست بعضی پرسش های هست که اشتباه درست شما فقط اشاره میکنین زیاد شما را به زامت نمیسازیم. حسین جان. یعنی گنگ هستیم؟ نخدا شفیق جان که میره برتون بتین سوالایی است که شما باید فقط دوی جواب بتین مارکایش رو میبینین که از غلط صحیح غلط صحیح خب شروع کنین سوالایتون هر چیز که بود بلند میکنین بسه کلان آمد تنس یا بعد از کل ما شما میریم تنس میکنین کدام وقت به خانم دروغ گفتی؟ برخ کلا اگه دروغ میگه از خانمت میترسی؟ شفیق جان بر شما خو مطمئن هستیم که مزاحمت های تلفنی شاید زیاد بوده باشه شما و کس مزاحمت تلفنی کردین خوشتون زیاد دوست دارین از خسارتون کده صحیح یا اشتباه اشتباه است هر دوشان هم دوست از زندگیتان 100% راضی هستی
نه 100 فیصد خودش کس راضی نمیشه. 100 فیصد بسیار. از مکتب گرفتین؟ مکتب گرفتین. از خواب ناوقت میخیزین. ناکام ماندین در مکتب؟ زیاد میگن پیسه دار هستین. پیشنهاد دوستی تونه کسرت کرده؟ خب روی صحنه منظورتان از سی رقم دوستی است؟ از اونمو دوستی هیچ پیشنهاد نکده. روی صحنه بودین وقت اجرا داشتین کدام تماشاچی اعصابتان خراب کردن؟ شما اعصاب کدام تماشاچی رو خراب کردین؟ کدام وقت چیز رو از خانه دوستی کردی؟ چی بودن؟ پیسه. تشکر شفیق جان، یارا بتین که باز به درد ما میخورد. بین که اعلان یا پروموی از آهنگ جدید شفیق هم کوتاه ببینیم کسایی که منتظر هستن یا مژده. Wow. De destergo tu perdo que de tasvir de منتظر از این کلیپ باشین، از طلوع بینندهش باشین، از لمر بینندهش باشین. به طور کامل نشر خواهد شد. خدا برای کمپوز و ویدیو یا پای شما اگر کوتاه معلومات بتین معذرت میخوایم. خواهش میکنم. اونا معذرت بخواهم. بیخی یعنی گپ یک در کلیشه ای شده کمپوزش از خودم. امیر امام بکش طرف دیز مگه آه برای نمو تا میخواستم بفهمم میگم. شعرش از عبدالستار سعادت است. مو آهنگای سابقی من چله من لطلی و بعضی آهنگایی که برام شعر جور میکنه از اونا هستن. و ویدیوش در لس آنجلس جور کردیم. شفیق جان این کلیپ تون رنگای را که انتخاب کردم بسیار مقبول است، سفید و بی. خواستم که یک تنوع باشه. باشه گفتم شاید متوجه نشده باشیم براتون میگم. با هارمونیکا یک آهنگ افغانی را اگه بنوازین بر ما خیلی خوش میشه، مخصوصا از خودتان. والا ما چطور آوردیم کل چیزا را؟ باش هارمونیکا را بکشیم. این بسیار یک چیز جالب است. چی را بنوازن؟ چیز دیگه یک آهنگ از خودشان باشه، یک قطغنی و یک چیز. آهنگ خودم باشه قطغنی ها؟ همون یک چیز. هر کدومش که شما. صدای خود خالی نمیمونم. خب. قطغنی میگه کسی بنوازین بسیار سخت نیست کار. والا باشه ساده باشه. بعد زیاد وقتی هم پیشم. خلگی بل چاہتا بان گوری تا سر میں جڑ لگی خب حالا هم یک بازی است، میخوایم تصویرهای از هنرمندای بسیار عزیز و خوب ما اینجا گذاشته میشه و شفیق جان انتخاب میکنه که مثلا آهنگای کدامشان نشر کنیم. نظر به نمره. نمره بریم به تصاویر. بریم دوستان پنجم کی است که میشنوی؟ تبعین پنجم شماره بالاش هست یا شماره کمش؟ شماره کمش هست. خب اول خب باید بگویم که می هنرمندایی که هستن همی هر پنجشان رفیقای بسیار خوبی هستن، دوستای هستن و هر پنجشان ماشاءالله بسیار خوب کار میکنن. هر کسی در بخش خود خوب کار میکنن. چی جاوید امرخیل است، چی شهزاد جان است، چی تواب جان آرش است و جاوید جان شریف و ولی جان است، یا همشان در بخشای خود خوب هستن. ولی اگر ما بشنوم که پنجم از کی را بشنوم؟ بازم تو میره به اول. یعنی کم اول زیاد علاقه دارین که بشنوین، اما پنجم اول کی است؟ خب پنجم میشنویم از ولی جان. میشنویم از ولی جان اجازی. چهارم از کی ده؟ چهارم از جاوید جان. میشنویم جاوید جان شریف. سوم؟ سوم از شهزاد جان. میشنویم شهزاد جان. دوم؟ دوم از تواب جان. میشنویم تواب جان آرش. و اول؟ اول از جاوید جان. میشنویم جاوید جان امیرخیل. بسیار عالی. یعنی که نظر به امیدگه جاوید جان امیرخیل
بیشتر علاقمندش هستین، یک کف بزنین. ایرش از جان دیگم نیست، یک شنوندی علاقمند موسیقی گفتم. خدا کنه از ما زرده نشن دیگه، به خاطر ازی که از کلش آنها میشنم، منطقه از کیری اول میشنم، کیری پسان میشنم. بله، بسیار خوب. شفیق جان از تماشاچی که آمده، از دوستا دو نفر سوال از شما میکنه. ببینیم که چی میگن، مایک برشان بتن دوستا. دفتر دوستای ما که بیاین و سوال دارن، بفرمایین بیاین. خوب است انشالله؟ خوش آمدین. سلام خدمت شما دیگه. ایفون مایک درست است یعنی؟ پیشتر استاد چاین. پیشتر دیگام بیاین بیاین بیاین. اینه میجه استاد چاین. بفرمایین نامتان؟ نام من آزنین است و سلام به همه شما و همه ایزوی که در تالار هستن تقدیم میکنم. خوشحال هستم که امروز شفیق جان هستن و خوشحال هستم که از نزدیک دیدارشان هم. زنده باشین. کدام پرسشه که در ذهن شما باشه از شفیق مرید و انگاهش شنیدین چی هست؟ بالاخره شما رو برو پرسان کنین. خب یک سوال که دارم دیگه با اجازه میخواستم پرسان کنم، یک سوال جالب است که آیا ازدواجشون به دل خودشون بوده و که از طریق فامیل؟ به دل خودم بود. گفتم به زور نشده باشه. نه ما کس بالای ما زور نیست دیگه، ما خرج خودم. یعنی به دل خود انتخاب کردم. کدام سوال دیگه هم دارین غیر سوال ازدواج؟ تشکر برادر ما رو بتین که وام سرسخت علاقمند شفیق جان معلوم میشه. بفرمایید نامتان. بر شفیق جان زنده باشه. و به همه دوستا که اینجا ما رو میبینن، سوال ما این است که شفیق جان همیشه به وطن خوانده، بله بله، به میهن خوانده، بله بله، بسیار از سوز دل، بله بله، اما چرا با وطن با مردم زندگی نمیکنن؟ سوال بسیار سخت است. میگه به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن، در وطن بوده به یاد وطن به وطن است. فهمیدین؟ یعنی فکر میکنین که کسایی که در وطن زندگی میکنن همشون به وطن خدمت میکنن؟ یعنی فکر میکنین کلشون خدمت میکنن؟ یعنی خودت مثلا در این وطن زندگی میکنی میگی است، یعنی خودت بیشتر از ما کرده به وطن خدمت میکنی که من خارج هستم؟ نه خیر، منظور من این است که یعنی قدر بسوز دل میخوانین باید تمیشه باشین در کنار مردم هستم باشین. نمیگه هستم امیال کجا هستم از دل از امی دوست ما بسیار درد کرد نام چیز نامت هم نگفتی برای ما آمد جمشید را جمشید جان چقدر تشویشی هستی جمشید جان خیر حالا سفر میکنن میرن دوستان ما باشمان میرن شخصا که یک افغانم از افغانستان خارج میشه که کلش بر ما خوار برادر است سخت جگر مخون جگر مخون میشه اما شرایط چرا میرن به هر حالت باید باشن میشه خب گپ دیگه است که ما سخت‌ترین شرایط در وطن عزیزم سپری کردیم، یعنی اگر ما حال بر شما بگیم که چه رقم شرایط ما سپری کردیم در اینجا، حالا فعلا پادشاهی است، بسیار خوب است حالت. ما فکر کنین که در دوران که جنگ‌ها بود در افغانستان هم جنگ است، ولی اون وقتا بیشتر جنگ‌ها رو در رو بود. نه ما در منطقه زندگی می‌کردیم که یک طرف ما یک حزب بود، دیگر طرف ما دیگر حزب بود، ما در بین زندگی می‌کردیم و در اونجا ما در خط اول سیگریت می‌فروختم برای مردم. یعنی اینطور نبود که خدا نخواسته از حالت ما رفته باشم، سابق بود که به خود زندگی می‌کردیم، ولی خب مجبوریت است چون که خانم در اونجا زندگی می‌کنه و کاروبارش است، بسیار خوب کاروبار داره، درس می‌خونه و به خاطر آینده اولادا منتها سر از وام بیشتر وقت ما دیگه میباشه، دیگه میام برای وطن میخوانم، اونم از طریق هنرم، یعنی هر خدمتی که کردم تشکر زنده باشه خدمت میکردم مال میکردم کلگی بیا بخیر امید امور است که همه افغانا به وطن پس بیاین. تشکر از نازنین، تشکر از جمشید، وقت خوشم کار بزن لطف کردین بفرمایید زنده باشین. خب بیاین که از شفیق جان یک زمزمه را داشته باشیم که یکی از آهنگای خانم نغمه باشه، امکان داره؟ خب شما چیزایی را پرسان میکنین که همش چیزای نو باشه دیگه، من امروز باید کارهای نو بکنم. کارهای نو کنین. زمزمه نو بکنم. از خب بیادتان؟ از خانم نغمه خب هنرمند بسیار خوب ما شما است و خدمت زیاد برای موسیقی پشتوی افغانستان کرده و بعضی از کمپوزای خود ما هم در یو آخر خوانده، به خصوص همین آهنگ وطنیش ژوندون ټپه د مینې یک زهر د وطن ساخته. بسیار عالی، بسیار عالی. دیگه که با می بخش هم ختم کنیم امیر بخوایم. دیگه باش که منگل صاحب خفه نشه. خب و منگل صاحب خو هم آهنگاش و صداش از دل جان بسیار دوست دارم، به خاطر اینکه بسیار هم تو با احساس میخوام. یک داماد بسیار شیرین و دوست داشتنی. سعی کن خوشو خسر ارزش دوش خوش کرد. بریم به زمزمه. چی گفتید؟
الهی ته ملش چه بیمار دنن سبا پشت و خزانو که خوار و زار دنن سبا لهر خوا اغیار و غاسبان و زور وله زرگه ده ده آسیا خونا قرار دنن سبا الهی ستا لمنا برو را رو دانی وله الهی ستا لمنا برو را رو دانی وله تکیه ده هر یتیم شه مورو پلار ده وطن لاله بم بیمار نشی انار یه ده وطن لاله بم بیمار نشی انار یه ده وطن بسیار عالی او ده منگل استاد سندره؟ او ده منگل استاد سندره وای دیار پا پاک مینا ترو تازه وام مسد سرو شندو پا میں بے اندازه وام چه یار جدا شلما سخت میں گزران دے ملامت نیم خلقو یار پا ما گران دے ملامت نیم خلقو یار پا ما گران دے چه لیوان گرزما غم دے حجران دے چه لیوان گرزما غم دے حجران دے ملامت نیم خلقو یار پا ما گران دے دیر منه نه شفیق جان دیر خیلی خلاص قابل خوش کارانو تا انشاءالله چه میشه خوشحاله و سید زمیشه به خدمت کیم تاسو نمان نه او استاسو لو قدرمون و لیدون کنه لطول نمان نه که انشاءالله چه زبا تل دیدوی په خدمت کیم پا آخر که پایام هم لرم آقا بیا بایم و سا آخر ده که آخر پاتی آخر ده آخر ده ولی نه زغوانم چه د خپل ټول اگر چې زما خو ټول خلک نه وي زګ ټول مینوال نه دي هغه کسان چې زما او زما د هنر مینوال دي او زما سندرو سره مینه لري هغه ته زه یقین لرم چې ټول موټر لري کنه اوس بالکل ټول موټر لري نو زه هغه ته دا وینا لرم چې دا د ښار د قانون د لګزر کې مراد کې کله چې دوی د جلو افسر باندې ناشو شي کنه ځکه چې پرون زه قلعه فتلان شهرنه و پورتلان ما یو ساعت که ورشه دلما کرده نو فکر که یو چارهی ده پا ده چارهی که یعنی سلور سرکه دی کنه در طول موتر رازی در طول موتر رازی پوز پو پوز دریگی بی اخبال طول که تکیگی دری ساعت ورطا منتظری کنه نو در قانون چه مراد که از من وطن به انشالله چه گل و گل زاری دیر خب پایام دیر مننه شفیق جانه خوشحاله واسه دیر خراق لاست من تست داغ بیام یو توفال رو دا در سره بیا امریکا ته وایسا خو مقصد ټاکس ماکس باندې نه راځي ډیر ډیر مننه دا ستاسو د کزما دي دا توفا دام توفا دام تاسو ډیر مننه په اړه نشه نه کوي در دو توفا هم زما مننه ډیر مننه الله دا وزن سره یاد کری وشه ډیر مننه شیخ جان مننه افتخار موید افغانستان بازم کف بزنم تشکر سلام به هم همکارای عزیزم با دوستای کمیل لحظه بیننده هستین خدا کنه همتون خوب باشین بریم به طرف پنج خبر موضوعات خوب رو با خود داریم از پنج خبر و از خبر نخست آغاز میکنیم خب عکس های دوران طفولیت یک زیبایی خاص داره و یا زمانی که میبینیم یاد ما میایم طفولیت خب این عکس میبینین که البته از دوران طفولیت دیپیکا و خواهرش انیشا هست و این هم عکس بزرگیشان خبر دوم در رابطه با دختر امیتاب بچن شویتا بچن هست که برند فیشن خودش را افتتاح کرد و در این برنامه و یا افتتاحیه البته کسانی از هنرپیشه هم بودن به شمول خانواده شاروخان که اینجا یک اجرایی داشتن بسیار عالی و خبر سوم در رابطه با رنبیر کپور، آلیا بات، رنویر سنگ و اکشای کمار هنرپیشه‌هایی بودن که از طرف سینمای بالیوود به خاطر کارکردهای خوبشان تشویق زیاد شدن خبر چهارم در رابطه با هنرپیشه موفق سینمای افغانستان خانم لینا علم که البته اینا هنرنمایی در جشنواره تئاتر در آلمان داشتند. بسیار خوب. و خبر اخیرم در رابطه با راک که قرار است در یک فیلم جدید به نام دیکن که البته ظاهر شود منتظر فیلمش باشین.
خب موضوعات بود که تقدیمتان شد و همچنان میره به طرف موضوع دیگه که در این بخش داریم. خب حفیظ جان، متاسفانه در همه کشورها البته قانون ترافیک مراعات نمیشه، به توجهی صورت میگیره. دقیقاً. با خصوص در کشور خودم که این موضوع بیشتر هست، من هم خواستم در این بخش البته ویدیویی رو به دوستا بیارم، صحبت‌هایشان رو بشنویم، بسیار جالب است و همچنان یک پیام بسیار خوبه دارن. با هم بشنویم. ببخشید محترم، ما شما را ندیده بودم. اما ما شما را دیده بودم و همچنان ما شما را شناختم. ما پدر شما را میشناسم، بسیار انسان نیک بودن، بسیار انسان خوب بودن. ما تمام کتابایشان را خواندیم، یعنی ما زیاد علاقمندشان هستم. ما صبح روی عکسشان گلم ماندم. عکس؟ مگم پدر ما خود زنده است؟ آقای تلک زنده هستن؟ تلک؟ ها؟ اوه، نام پدر ما خود رسک لال است. رسک لال؟ لکمانیا؟ یعنی که این سرک پدرت نیست؟ خیلی چرا سرکی را که نباید تو بور میکدی و بور کدی؟ خواهش میکنم مرا ببخشید. ببینین لطفاً برای همکاری با قانون و مردم شهر قوانینم مراعت کنین، چون که سرک از بابیک از نیست. بله، آفرین. حالا پس برین، پس برین. اینجا بیادر سرک از کلگی است. تو میفهمی که پدر ما کی است؟ بیادر، پدر شما را کی نمیشناسه؟ در سال 1892 اولین کسی بودن که از طرف مردم انتخاب شدن. تمام گپایشان باعث شد که ما زندگی را بفهمیم و چشمای ما را باز کردن. یعنی شما مردم پارسی عزت و شان مردم هند هستن. بیادر قنده، ما برات پارسی معلوم میشم. شما پارسی نیستین، شما پارسی نیستین، شما پسر داد نوروزی نیستین. یعنی این سرک از پدر شما نیست؟ ما چه وقت گفتیم که سرک از پدر ما بیاد؟ پس تو نمیشرمی که بدون بستن کمربند سر جلو تلفن گپ میزنی؟ نمیشرمی؟ حالا زود شو جریمه را بده. جالب است، پیام خوب داشت. تشکر. زنده باشین دوستا. مسابقات آسیایی است، المپیکی، و افغانستان خوشبختانه اونجا اشتراک کرده. قیصاری میایه و بیشتر خواست شنیدیم که ورزشکارای ما چی کردن. ورزش افزایش دهنده خوشی و شادی بر روح و روان ما شما هست. همون گپ که میگه گر راحت جان طلبی پس بیا و ورزش کن. قیصاری آمد. قیصاری سلام. سلام حفیظ جان، همکاران عزیز، شما ملت خوب افغانستان. زنده باشین. قیصاری افتاد به هرات. تمام دوستای ما در هرات هستن، هراتی های عزیز، سلام به شما. سلام به هرات. بود کلی خوب بود؟ خوب بودن دوستان، سلام داشتن. اولادا کلی خوب بود؟ رفتن یک هفته ای بود. امین احمد فریا. بسیار عالی. چی گپاست قیصاری عزیز؟ خیرتی با بسته مکمل بازی آسیا آمدم، مسابقاتی که در جاکارتا و پالمبونگ در اندونزیا برگزار شد. تصاویر هم خواهیم دید. 18مین دوره مسابقات آسیایی بود حفیظ جان، از 18 آگوست آغاز شد تا 2 سپتامبر و برای اولین بار در تاریخ این رقابت ها مسابقات در دو شهر برگزار شد. 6 ریکارد جهانی، 18 ریکارد آسیایی و 86 ریکاردی که مربوط به دوره های قبلی این بازی ها بود در این مسابقات شکست و چین برای 10مین دوره پیاپی بیشترین مدال در بین کشورهای حاضر در مسابقات کسب کرد. به نظر به 11,646 ورزشکار هم در این بازی ها حضور داشتند. جایزه ورزشکار ارزشمند هم رسید به یک خانم که تصاویرش رو در ادامه خواهیم دید. افغانستان چه نفر اشتراک کرده؟ افغانستان 80 ورزشکار اشتراک کرد و تا مدال برنز گرفتیم در بوشو و در کرش. بسیار عالی. ببینیم تصویر خانومی که ورزشکار ارزشمند شد. این خانم ریکاکو ایکی هست، به تنهایی 6 مدال طلا گرفت و 2 مدال نقره، بیشتر از خیلی از کشورهایی که در مسابقات اشتراک کرده بودن. این خانم مدال گرفت و برای اولین بار در رشته آبازی، برای اولین بار یک بانو به این عنوان رسید. بسیار عالی، مبارک باشه. برای ژاپن، از کشور ژاپن. ژاپنی اصل است نه؟ خب دیگه در رابطه با افغانستان صحبت میکردیم. ما در جایگاه 35 قرار گرفتیم در این مسابقات مشترک با میانمار. 2 مدال برنز گرفتیم. دوره قبلی ما یک مدال نقره گرفته بودیم در کرکت و یک مدال برنز گرفته بودیم در رشته تکواندو که احمد رومان عباسی گرفته بود. به هر صورت خیلی نتایج درخشانی را نگرفت ورزش افغانستان. در رشته‌های مثل تکواندو و جوجیتسو 4 مدال داشتیم که هیچ مدالی را نگرفتیم. چین با 132 طلا، 92 نقره و 65 برنز و 289 مدال در مجموع اول شد. ژاپن و کره جنوبی دوم و سوم شدند. ازبکستان همسایه ما پنجم شد. ایران هم ششم شد و خود کشور میزبان در جایگاه چهارم قرار گرفت. افغانستان 35 شد. ما 35 شدیم.
مبارک. همه قدرام سید. بعد از مان دو دانه پایینم بود. و کشورهای بنگلادش، بوتان، برونئی، تیمور شرقی، مالدیف، عمان، فلسطین، سریلانکا و یمن نه کشوری هستند که مدال نگرفتند. نگرفتند. متناقض رفته بودن اشتراک کردن. مبارک باشه به کسایی که مدال گرفتن. خالد اوتک و آقای سروری، منصور سروری که در رشته کرش مدال گرفت. تبریک باشه. تبریک باشه برشان. ان شاءالله که باز دعوتشون خاطر کردیم. ان شاءالله. زنده باشید قیصری. خوش بود. تشکر. منتظر ما باشین. زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. خب. بخش تلفیز؟ بله. دو دانه میوردارم یا یک دانه؟ نه یک نفر داره. خب. بود که سعی جان وارد شد. ما یه کار با خاطر کردی ما اشتراک داشته باشیم در یک بخش. اینه. اینو بخون. او کسی که با ما سلفی میگیره و سوال میکنه او است. او است. نازیه جان. به افتخارشون کف بزنین. بفرمایید. خب. اینجا استاد چه؟ خوب است نازیه جان؟ ساعتم خوب است؟ خوش آمدین. بیشتر استاد چه بین؟ خیلی بیرین. خب تشکر از شما. میخواستم از استاد سوال کنم نزدیکتر. که تحصیلاتشون چقدر هستن؟ از کی سوال کنید؟ از استاد جان. پایین نشه شما یازم اینجا جواب بده. خب ما مکتب خلاص کردیم و رشته علوم سیاسی هم فارغ دانشگاه است. خب موفق باشین. زنده باشین. تشکر. دیگه سوال ندارین. خواه زنده باشین. شما چی میخوانین؟ درس میخوانین؟ مسئولیت چیه؟ ما از جنرالزم فارغ شدیم. از جنرالزم فارغ شدیم؟ بله. خدا هم خدا باجرات هستین. و مایک هم رو بتین. خیلی میشه که عکس هم بگیرین که یادگار شما باشه. و کوشش کنیم کلنگی رو بیاریم. یک قسمت روی سیار بیاریم. تشکر نازی جان. خب عزیزان هم بخش وطندار است و عزیزایی که بر ما ویدیو فرستادن ویدیوهایشان رو با هم میبینیم. میبینیم که چی گفتن؟ سلام به هم وطنیم و به خانه یادستم از سویدن. سلام به کاکا حافیز. سلام به پوپو جان و بابا جانم. دوستان و فرستم. رامین آویدی است و کشور جرمنی. سلام مسعودی هستم از ولایت غزنی فلان ساکن در تهران. یک سلام خاص تقدیم میکنم خدمت افسر جان. سیار جان و روشن جان. سواد وایدی هستم از عربستان سعودی. مصطفی حسین از کشور سویدن. منم خدا بر سلام خدمت تمام بینندگان عزیز برنامه قاب گفتگو. محبان محب هستم از شهر انطالیه کشور ترکیه. شیرخان هستم از کشور سویدن. امیدوار هستم که همگیتان جور و سعادتمند باشین. متنای عزیز رمضان هستم از کشور جرمنی. سلام من محمد عیسی هستم از کشور جرمنی. سلام من سعید انوار هستم از کشور جرمنی. بیشک عبدالقادر هستم از کشور فرانسه شهر پاریس. سلام خدمت تقدیم می کنم به تمام بینندگان تلویزیون طلوع و به خصوص خواب گفتگو و این هستم سمی جان از کشور آلمان. سلام سیار فخری هستم از کشور آلمان و پسرای باکایم. سلام علیکم مدنی کن شما دوستان بای خودم صفت دوست عزیزم غنی جان از کشور اتریش. نایمان پولاد ایدری هستم، اولاد بدرشان فعال تشکان هستم، در ترکیه زندگی میکنم. عزت الله هستم از کشور سیدن. سیده بطر خوستم. او مای گاد. تشکر از همگی دوستای عزیز. پرامای ویدیوی شما با ما میرسه و ما نشش خواد کردیم در واتساپ و تلگرام ما را در شماره 0711-99-51-24 پیدا کنیم. برنامه ما مخه بود. تشکر از همه دوستایی که اینجا آمده بودن و شما بیننده های عزیز. چنل رسمی طلوع را در یوتیوب سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما تازه به شما میرسن. سربلندی ما در اتحاد ماست. یش حسن افغانستان، تل دیوی افغانستان، زنده باد افغانستان. خداحافظ. برای برنامه قبلی اینجا را کلیک کنید. برای برنامه بعدی اینجا را کلیک کنید. برای پیوستن با چنل یوتیوب طلوع اینجا را کلیک کنید. اگر از برنامه ما خوشتان آمد، میتونید که نظرتان را در کامنت بنویسید.